دو خبر فوری و باور نکردنی از بدخشان. آزار و اذیت مردم در پنجشیر از سوی طالبان ادامه دارد. غم بسیار بزرگ برای ملا یعقوب مجاهد. ساخت دستگاه برق به گونه بی‌سیم در افغانستان. و در پایان، برنامه جدید آلمان برای انتقال 1000 شهروند افغانستان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به خبری که این لحظه به دست ما قرار گرفت. یک منبع که خواست نامش فاش نشود بر رسانه ها گفته است که یک مرد پسرش را سربریده است. این پدر و پسر شب گذشته ابتدا با یکدیگر تنش لفظی داشته و سپس پدر پسرش را با چاقو کشته است. گفته است که این پسر با ازدواج دوم پدرش مخالف بوده است. و گفته منبع، این مرد پس از کشته شدن پسرش فرار کرده بود اما توسط طالبان گرفتار شده است. مقام‌های ولایتی طالبان گفتند که پرونده این مرد را به دادگاه تحویل می‌دهند و طبق قانون مجازات خواهد شد. ادامه درگیری‌ها در چند ولسوالی بدخشان. آمو تیوی می‌نگارد. در روزهای گذشته خبرهای از درگیری در ولسوالی‌های یفتل بالا، راغستان، کوهستان، مایمی و کران و منجان ولایت بدخشان در رسانه‌ها منتشر شد. درگیری‌هایی که میان طالبان، فرماندهان ناراضی این گروه و نیروهای جبهه مقاومت روی داده است. درگیری‌های پراکنده در ولسوالی کوهستان. در حالی که بیش از دو هفته از آغاز این درگیری‌ها می‌گذرد، نوید، یکی از باشندگان ولایت بدخشان، می‌گوید که درگیری‌های پراکنده همچنان میان نیروهای جبهه مقاومت و گروه طالبان در منطقه کافردره شیوه از مربوطات ولسوالی کوهستان این ولایت ادامه دارد. او می‌افزاید در جنگ دو روز گذشته دو تن از فرماندهان ملافظ فرمانده فرقه بدخشان کشته و 5 تن دیگر از نیروهای آنان زخمی شدند. در این درگیری‌ها به افراد جبهه مقاومت تلفات وارد نشده است. نوید در ادامه خاطر نشان کرده است که طالبان کشته ها و زخمی های خود را با استفاده از چرخبال به فیض آباد مرکز ولایت بدخشان منتقل کردند. ادای درگیری در ولسوالی راغستان. در این حال منابع نزدیک به جبهه مقاومت در ولسوالی راغستان ولایت بدخشان تایید می کنند که ابو جعفر تاجکستانی مسئولیت جنگ در ولسوالی های کوهستان راغستان و شیوه بدخشان را بر عهده دارد. سهراب، باشنده ولسوالی کوهستان بدخشان، به خبرنگار تلویزیون آمو می گوید از روز گذشته به این طرف جنگ شدیدی میان افراد امارات و جبهه مقاومت در منطقه شیوه بدخشان رخ داده است. در این جنگ از نیروهای امارات 9 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. وی علاوه می کند که رهبری این جنگ را عبدالحمید مجاهد، کسی که چند پیش از طالبان جدا شده بود، و سعید بهرالدین از فرماندهان منصوب به جمعیت اسلامی بر عهده دارد. این درگیری ها در حال انجام می شود که چند پیش مولوی یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، به منظور بررسی اوضاع امنیتی ولایت بدخشان به این ولایت سفر کرده بود و همزمان با سفر وی ولسوالی شوکه بدخشان به دست نیروهای جبهه مقاومت افتاد و چند تن از مسئولان محلی این ولسوالی نیز به اسارت نیروهای جبهه مقاومت درآمدند. مقام‌های طالبان در بدخشان می‌گویند که این گروه 180 نفر زیر سن را از صفوف خود اخراج کردند. طالبان برای تصفیه صفوف خود یک کمیسیون ایجاد کردند. یکی از اهداف این کمیسیون اخراج کودکان و افراد دارای پیشینه جرمی و نااهل گفته شده است. خیر محمد صفدر، رئیس کار و امور اجتماعی بدخشان، می‌گوید که پس از بررسی صفوف این گروه 180 نفر زیر سن اخراج و به ریاست کار و امور اجتماعی معرفی شدند. و اضافه می کند که ریاست کار و امور اجتماعی تصمیم دارد تا با همکاری دفتر صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در بدخشان برای این افراد برنامه های آموزش حرفه‌ای و کمک مالی فراهم کند. آزار و اذیت مردم در پنجشیر. آریا پرس می نگارد. به ادامه اذیت و آزار مردم، طالبان 10 تن را در پنجشیر لت و کوب کردند. منابع از پنجشیر میگویند که دیشب طالبان 10 تن از باشندگان روستای کرامان به شمول 2 تن از معلمان لیسه کرامان شهرستان دره را لتوکوب کردند.
به گفته منابع طالبان این افراد را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت بازداشت و از سپس در مزرعه املت و کوب و توهین و تحقیر کردن که وضعیت اکثرشان وخیم گزاره شده است. در حالی که مردم محل و خانواده های افراد متضرر این ادعاهای طالبان را رد کرده و میگویند این افراد ملکی بودند و ربطی به هیچ جریان این ندارند. وصال نیوز می نگارد امروز بعد از یک ماه طالبان به مردم محل اجازه دادند تا اجساد 6 شهید پوجاوه را از کوه پنچیر پایین کرده و دفن کنند. در میان این اجساد جسد قمندان یار محمد با دو پسرش نیز شامل است. رسانه های اجتماعی گزارش می دهند در یک حمله چریکی نیروهای جبهه مقاومت در ولسوالی آبشار ولایت پنچیر قاری حفیظالله حامد مشهور به تیز چنگ یکی از افراد برجسته قطعه عمری گروه طالبان به شمول 3 تن دیگر این گروه کشته شدند. به گفته منابع محلی گروه طالبان پس از کشته شدن این عضو برجسته طالبان مردم روستاهای جهرعلی، خوبی و بابا علی را به گروگان گرفته و اذیت آزار کردند. مقامات محلی طالبان در پنچیر تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. دانشجویان دانشگاه البیرونی دستگاه انتقال برق به گونه بی‌سیم را ساختند. به نقل از اطلاعات روز گروهی از دانشجویان دانشگاه البیرونی ولایت کاپیسا موفق به ساخت دستگاهی شدند که می‌تواند برق را بدون لاین یا سیم انتقال دهد. این دستگاه در حال حاضر ظرفیت تولید برق 9 ولت و 30 ولت بی‌سیم را دارد و آن را می‌تواند تا فاصله 70 سانتی متر انتقال دهد. عبدالمطلب عالمی استاد دانشکده مهندسی دانشگاه البیرونی با این روزنامه گفته است که به دلیل نبود بودجه کافی و کمبود مواد خام در گام نخست این دستگاه به گونه ساخته شده است که برق را تا فاصله 70 سانتی انتقال دهد. به گفته آقای عالمی دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه البیرونی پس از یک متلاش موفق به ساخت این دستگاه شدند و اگر از این اختراع حمایت شود آنان می توانند این تکنولوژی را گسترش دهند. و در پایان دولت آلمان اعلام کرده است که برنامه جدیدی را برای انتقال 1000 تن از شهروندان افغانستان که در معرض خطر آزار و اذیت قرار دارند راه اندازی کرده است. واشنگتن پست گزارش داده است که دولت آلمان روز دوشنبه 17 اکتبر اعلام کرده است که برنامه انتقال 1000 شهروند افغانستان بر اساس توافق میان 3 حزب‌حاکم این کشور روی دست گرفته شده است. دولت آلمان گفته است که این برنامه را به منظور رسیدگی به درخواست‌های شهروندان افغانستان که در معرض خطر هستند اجرا خواهد کرد. مقامات آلمان گفتند که هدف این برنامه آن دست شهروندان افغانستان هستند که به دلیل کارشان برای زنان و حقوق بشر در معرض خطر هستند. مقامات همچنان افزودند که علاوه بر فعالان حقوق زن و حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، دانشمندان، فعالان سیاسی، مربیان خوزات و کسانی که به دلیل جنسیت، گرایش جنسی یا مذهبی خود مورد آزار و اذیت قرار می گیرند نیز واجد شرایط این برنامه به شمار می آیند. گفته شده است که متقاضیان باید توسط گروه های جامعه مدنی مورد تایید دولت آلمان در این برنامه خود را نامزد کنند. تشکر از توجهتان تا درود دیگر بدرود.